امروز اطلاعیه سوم وزارت امور خارجه توسط سفارت ما در اوکراین منتشر شد، حاکی از اینکه همه ایرانیان اوکراین رو ترک کنند. بله. در عین اینکه ما داریم مباحث و کانال ها و کریدورهای خروج ایرانیان رو فراهم میکنیم، یک خط 24 ساعته در تهران، یک خط 24 ساعته در داخل سفارت برقرار. الان که من با شما صحبت میکنم چند دقیقه هست که سفیر ما از جمع ایرانیانی که نگران بودند با من تماس گرفت و تشریح کرد که با ایرانیان در تماس هستن. الحمدلله تا الان ما مشکلی گزارش نشده به ما در مورد ایرانیان، ولی ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که ایرانیان بتونن خروج آرام داشته باشن از اوکراین. ضمن اینکه به هر دو طرف ماجرا هم در تماس بودیم و هم تاکید کردیم که وضعیت ایرانیان اولویت اول برای جمهوری اسلامی ایران در این بحران خواهد. آقای خطیب‌زاده، احتمالاً با توجه به تنشی که آغاز شد و داره گسترش پیدا میکنه، خب پروازها ممکنه که کمی با اختلال روبرو بشه. از ایرانیان که در اوکراین هستن خواسته میشه که از کشورهای دیگر اقدام بکنن برای بازگشت به ایران. مسیر بازگشت چطوریه؟ ببینید، الان که من با خدمت شما صحبت میکنم، تقریبا هیچ کشوری موفق نشده که تقریبا که میگم، یعنی در موارد اعلامی تا الان نداشتیم که پروازی برای خروج اختصاص داده باشن تا یک ده روز گذشته. خب. علتش هم مشکلاتی که برای انجام این کار وجود داشته، ولی خب مرزهای اوکراین با کشورهای همسایه و کریدورهایی که پیشنهاد شده به ایرانیان برای خروج وجود داره، از کشورهای دیگه میتونن. یک اتفاقی هم در جریان هست و اون همین هستش که وزارت امور خارجه در تلاش هست که اجازه یک پرواز اختصاصی رو بگیره، برای اینکه تا اونجایی که ممکنه یک یا چند پرواز اختصاصی که بتونه ایرانیان رو از برخی از مناطق اوکراین خارج کنه. ولی ما معطل این داستان نخواهیم بود، کما اینکه هیچ کشور دیگه هم معطل این نخواهد شد. ما داریم به صورت میدانی تمامی اقدامات رو انجام میدیم که هم دانشجویان تسهیلات کنسولی جدی بهشون داده شده، چه در مورد خروج، چه در مورد ممهور کردن پستشون و پاسپورت‌هاشون و گذرنامه‌هاشون. یعنی ما تقریبا هیچ موضوعی الان نداریم جز اینکه اراده ایرانیان شکل بگیره برای خروج.